بینندگان گرامی، درود بر شما. با برنامه خبری در یک نگاه در خدمت شما هستم. ماموران نیروی سرکوبگر انتظامی ساعت 3:30 بامداد روز جمعه دوم آذر به خانه های مردم محروم در منطقه مرادآباد شهر چابهار وحشیانه یورش بردند و اقدام به تخریب منازل مسکونی هموطنان بلوچ کردند. صبح ساعت 4 سهونه مدکن 4 بگیم 4 بیتم شنوکی مجا شهردار یدکا گون پلیس هنچا پروشت پروش کنگی مردم عذاب کتگم بیوابی لوگم پروش هنگی نوکی مدرسه کر ری این مدرسه ساعت سهونه می شپه یدکا مجا لوگ موک پروش هنگا مراد آباد مدرسه کر ری شپه ساعت سهونه مجا یدکا لوگ پروش هنگ روم بی پلیس هنگونه گشت ماشین روم بی گوار کو درم دو. صبح امروز هزاران تن از غارت شدگان در قزوین تجمع و تظاهرات کردند. جمعی از مردم و بستگان شهیدان قیام یاد آنها را گرامی داشتند. امروز شنبه ارزش ریال باز هم سقوط کرد. هر دلار در بازار ارز تهران به بیش از 70300 تومان رسید. و به دنبال تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس، کیهان خامنه‌ای خطاب به پزشکیان، دولت پزشکیان نوشت به اقدامات خصمانه غرب پاداش دادید، قطعنامه تحویل گرفتیم. کیهان افزود با توجه به مسیر طی شده تاکنون، آینده به وضوح نشان خواهد داد که این عقب نشینی و پاداش به اروپا نه تنها منجر به دستاورد ملموسی در مسیر مذاکرات تحصیل می شود که با ارسال پارس ضعف زمینه را برای تشدید فشارها بیشتر خواهد کرد. کیهان نتیجه گرفت تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام دور از انتظار نبوده و حرکت اروپایی ها به سمت فعال کردن مکانیزم ماشه اسنپک قریب الوقوع است. آخرین خبر، آخوند علم الهدا امام جمعه خامنه‌ای در مشهد طی اظهارات جنگ افروزانه گفت نمیتونیم بگیم آقا بسیج فقط مال کشور ما هست، هشت و شعبی عراق هم بسیجی، انصار الله یمن هم میشه بسیج، حزب الله لبنان هم میشه بسیج، رزمندگان فلسطینی هم میشن بسیج، طوفان الاقصا یه حرکت بسیجی بود که انجام دادن و اونقدر اثر گذاشت، یه عده میگن آقا طوفان الاقصا میارزید با این همه کشته هایی که دادن و با این بی خانمان کردن ها و بی سامان کردن زن و بچه ها، و آیا ارزش داشت این طوفان الاقصا؟ علم الهدا همچنین با اعتراف و ابراز نگرانی نسبت به پیامدهای گرانی افسار و گسیخته افزود بین 30-35% باید خود رو گران بشه، بی منطق بی ضابطه همه چمی جور.
یعنی الان ما مردم آقا با یک گرانی مهاجم بی در و دروازه روبرو شدن در همه مسائل زندگیشون. و آدم وحشت میکنه، نکنه یه توطئه است، نکنه عناصر نفوذی دست دست به توطئه میزنن برای که مردم رو خسته کنن، برای که مردم مستعصل کنن، برای که مردم رو بیزار کنن از نظام، از دولت، از این مملکت. با سپاس از همراهیتون تا در یک نگاه دیگر، خدا نگهدار.